این دوتا شخصیت گاهی موقع کنار هم میشینن، بعضی وقتا همدیگر رو حول میدن، با هم نمیسازن، بعضی وقتا با هم دست به دست قدم میزنن. اینه که خودم هم نمیدونم که کدوم وریم چی هست. زندگی من از اون اول همینطوری بوده. من پدرم مال یکی از دهات اردبیل هست، شامسبی اردبیل. مادرم متولد باکو. بعد خود من مونتاژ تهران هستم، جزو محصولات بازار مشترک که تو خیابون امیریه چهارراه گمرک من متولد شدم، البته وسط چهارراه نه، یکی از این کوچه های فرعی. بعد مدرسه رفتنمونم که بامزه است اگه بدونین، چون من پدرم کارمند راه آهن بوده، همش در حال سفر، منم از پشت واگن آویزون بودم و هر جا که اون منتقل میشد منم میرفتم. من متولد تهرانم ولی از کلاس اول ابتدایی تا مثلا سوم چهارم ابتدایی تو قم درس خوندم. حالا نگاه مشکوک بهم نکنین، تو قم مدرسه ای بود به اسم سنی و دوله، همچین چیزی، تو کمپ کارمندای راه آهن، اونجا من درس میخوندم. بعد که پدرم منتقل شد تهران دیگه ما هم جزو لوازم خونه ما هم همینطور منتقل شدیم تهران. در تهران دبستان قلمستان من رفتم، یه خیابونه به اسم قلمستان که هنوزم هست تو همون محله امیریه. تا کلاس پنجم من اونجا درس خوندم. بعد یهو پدرم منتقل شد تبریز، باز ما ابزار و ادوات رو کولمون گذاشتیم و رفتیم تبریز. اونجا وارد یه مدرسه شدم، دبستان شهریار که تازه افتتاح شده بود، به اسم شهریار شاعر معروف، که این مدرسه خیلی روی من تأثیر گذاشت. من دیدم این مدرسه نوبنیاد شعرهای شهریار رو به در و دیوارش نوشتن. رو دیوار یادمه که فرش نصب کرده بودن، روی فرش ها با پنبه شعرهای شهریار رو نوشته بودن. وسط مدرسه هم یه ویترین گذاشته بودن، توش کتاب حیدر بابای شهریار بود. خب اینا تو ذهن من خیلی تأثیرگذار بود. بعدش هم تا کلاس نهم من تبریز درس خوندم، دبیرستان امیرخیزی. اتفاقا من تو همون مدرسه امیرخیزی شد که شعر رو دیگه جدی گرفتم. اونم یه اتفاقی پیش اومد. ما یه معلم ادبیاتی داشتیم به اسم سید عبدالعظیم فیاض. خیلی آدم جالبی بود. خودش هم شاعر بود و اهل ادبیات. یه روز اومد تو کلاس گفتش که همه محصلا برن شعر بگن در پند و اندرز، هفته دیگه بیارن برای من. ما هم رفتیم با اون یه الف قدمون، یه الف بچه بودیم، نشستیم یه شعری گفتیم در پند و اندرز. مثلا کسی باید خودمون رو نصیحت میکرد، حالا ما دیگرون رو نصیحت میکرد. هفته بعد آوردم شعر رو بهش دادم. یه هفته بعد این معلم اومد تو کلاس، من رو کشید از پشت نیمکت بیرون و گفتش که این شعرها رو از جای کش رفتی یا خودت گله هم کردی. گفتم ولی خودمون ساختیم. دست منو گرفت برد تو دفتر مدرسه، منو معرفی کرد به مدیر مدرسه و دبیرای دیگه. خیلی منو تشویق کردن که روز بعد منو بردن سر صف پشت بلندگون شعر رو خوندم. تو مدرسه دیگه معروف شدم، کلاس دوازدهمی میومدن از من شعر میخواستن. ها نه دیگه، البته خب من بعدش شعرهای سفارشی هم میگفتم. مثلا یه محصلی میومد میگفت من عاشق شدم، مثلا چند خط بگو دل طرف مربوطه رو به دست بیاریم. همین حالاش هم هست، مثلا یکی عروسی میکنه میگه که واسه عروسی شعر بگو، یا ختنه سرونه میگه واسه ختنه شعر بگو، یا یه کسی مثلا ارتحال کرده فوت شده شعر میخوان که رو سنگ قبر بنویسن. من واقعا باید یه کارگاه درست کنم،
مثلا تابلو بزنن که همه گونه شعر ساخته می شود یا تعمیر می شود یا از اینجور چیزا، مثل کارگاه نجاری. اتفاقا درآمد خوبی هم داره اگه آدم پول بگیره و از اینجور چیزا بسازه. بگذاریم حالا از شوخی، من 15 سالم بود، کلاس نهم بودم، پدرم فوت شد تو تبریز به طور ناگهانی، شب رفت سر کار دیگه بر نگشت. ما ناچار شدیم بیایم تهران، اومدیم و دبیرستان رو در تهران ادامه دادم، در دبیرستان وحید واقع در خیابون شوش. اون موقع ما ساکن جوادیه شدیم در تهران که بعد 14 سال طول کشید این اقامت ما. درست کنار خط راه هم بود خونه ما، قطار که می رفت این خونه ما بالا پایین می پرید، یعنی اصلا یه طوری بود. ولی بله، من و منزوی رفیق گرمابا و گلستان بودیم دیگه از قدیم و ندیم، فکر میکنم از سال 43-44 منزوی از زنجان اومده بود تهران اینجا درس بخونه تو دانشگاه، رشته ادبیات هم درس میخون. بعد منزوی در تهران در خونه عموش زندگی میکرد، عموهای منزوی خونهشون تو جوادیه بود، منزوی خونه عموی کوچیکش زندگی میکرد، خب خونه ما هم که اونجا بود. ولی از همدیگه ما خبر نداشتیم. یه روز تو انجمن آذربادگان، انجمن ادبی آذربادگان، من از انجمن که اومدم بیرون دیدم یه جوون لاغر باریک اومد به من گفتش که فلانی من تو رو دیدم با یه دوچرخه قرازه تو جوادیه میپلکی و اینها. گفتم آره من خونم اونجاست. گفت خب منم اونجا هستم، اگه موافق باشی از این به بعد با هم بریم بیاییم انجمن ادبی رو. گفتیم باش. بعد این پیاده روی ما 40 سال طول کشید از اونجا. دیگه شبگردی ها داشتیم و بعضی جاها هم بعد من نقطه چین بذارم چون نمیشه گفت. خب اینجا میشه گفت ولی به هر حال 3 نقطه است و بعضی چیزای 3 نقطه‌ای رو آدم حالا حفظ بکنه خوبه، حالا نه به دلایل مثلا سیاسی و اینا، آدم عشقش میکشه 3 تا نقطه بذاره که ذهنها کنجکاوتر بشن. آره با منزوی ما رفیق بودیم، همونطور که گفتم منزوی دانشجو بود، منم محصل بودم ولی همسن بودیم. اون متولد مهر ماه بود، من متولد اسفند، یه چند ماهی از من بزرگتر بود. بعد منزوی پدرش هم شاعر بود و هم به ترکی هم به فارسی خیلی خوب شعر میگفت. برادر منزوی که هنوز تو زنجان زندگی میکنه بهروز، اونم شاعر خیلی خوبیه. کلن یه خانواده بودن که اصلا که شاعر توش زیاد هست. من رفت آمد خانوادگی داشتم با منزوی و خیلی هم پدرش به من احترام میذاشت، علاقه داشت. این دوستی ما خب ادامه پیدا کرد. من شاهد خنده های منزوی بودم، عشق های منزوی بودم، خصوصی ترین لحظه های زندگیش بودم. من تا موقعی که سربازی نرفته بودم با منزوی دیگه شبانه روز با هم بودیم. من که رفتم خدمت سربازی 2 سال وقفه افتاد تو ارتباط ما. بعد از 2 سال که من اومدم دیگه با منزوی باز قاطی شدیم و تو گروه ادب امروز رادیو با نادرپورم همکاری داشتیم. ولی بعد از انقلاب دیگه ارتباطامون کم شده بود، در ارتباط بودیم ولی اون شکلی دیگه گرفتاری اجازه نمیداد که بریم شبگردی و اونور اینور، خیلی کم شد. این اواخر عمرش که در واقع دیگه اصلا به طور تصادفی دیگه هم دیگر رو میدیدیم، از وقتی که منزوی مقیم زنجان شد این اواخر عمرش دیگه شاید چند بار تلفنی با صحبت کردیم. ولی خب
یه شاعری بود، واقعا شاعر. ما همونطور که جانی بلفطره داریم، بعضی هم شاعر بلفطره، یعنی ذاتن شاعرن. و منزوی از اون شاعران بلفطره بود که به طور تمام وقت شاعر بود. بعضی ها مثل کارمندهای اداری، مثلا این کارمند نیمه وقت داریم، تمام وقت داریم، یا پاره وقت داریم. بعضی شاعرای ما شاعران پاره وقتن، شاعرای نیمه وقتن، ولی منزوی شاعر تمام وقت بود. زندگیشو یعنی با شعر آمیخته بود، اصلا واقعا شعرشو زندگی میکرد، اینطوری میشه گفت. دیگه چی بگیم از منزوی؟ بله، منزوی خب محور اصلی کار هنری شعر بود و غزل بود، ولی در جوارش کارهای دیگه هم میکرد. حالا جالبم بگم که منزوی خب شعرهای ترکی زیادی هم گفته که متاسفانه تا حالا چاپ نشده. من فکر میکنم یه مجموعه خیلی درخشانی بشه اگه اینا رو کتاب بشه در بیاد. ولی علاوه بر شعر، منزوی ترجمه میکرد از زبون ترکی آذربایجانی. یه مقدار از افسانه های آذربایجان رو ترجمه کرد که پارسال توی کتابی در اومد. خب بعد از مرگش هم در اومد، خودش ندید اینا رو. تو این زمین ها بود. غیر از حالا این کارا، نقد شعر هم میکرد، تحلیل و بررسی شعر امروز رو، و بسیار هم خوب بررسی میکرد. کار تحقیقی هم داشت. اون کتابی که درباره شهریار نوشته، این ترک پارسیگوی، به نظر من بهترین کتابی است که درباره شهریار نوشته شده. و حیف، همیشه کتابای منزوی خیلی بد چاپ شده، بد توضیح شده، دست مخاطب اونطور که باید نرسیده، ولی هر کاری کرده همش خوب بود. ولی آدمی بود خیلی پرخاشگر، تندخو، در این حال خیلی مهربون. آدمی بود بی‌پروا و هیچ رودرواسی نداشت. روک تو صورت آدم میگفت هر چیزی که دلش میخواست، به هیچ تعارفی. من این خصلتشو میپسندم، البته جامعه و مردم نمیپسندن این خصلت رو. دیگه ویژگی های داخلیش، خصلتاش، خب یه آدمی بود عاشق پیشه و هیچ غزلی رو ذهنی نگفت، پیشین تخیلی غزل بگه. پشت تمام غزلهاش یه عشق وجود داره و واقعی تمام غزلهاش. و این خیلی جالبه. یه آدمی بود که تا اون آخرین لحظه زندگیش عاشق بود. و این خیلی خوبه، کسی که غزل میگه باید عاشق باشه. و خیلی همین غزل میگن عاشق نیستن، همینطوری میسازن، ولی این یعنی هر غزل شناسنامه هم پشتش هست. هر جا که من منتقل میشد منم میرفتم. من متولد تهرانم، ولی از کلاس اول ابتدایی تا مثلا سوم چهارم ابتدایی تو قم درس خوندم. حالا نگاه مشکوک بهم نکنین. تو قم مدرسه بود به اسم سنی و دوله، همچین چیزی. من هم نمیدونم که کدوم وری هم چی هست. زندگی من از اون اول همینطوری بوده. من پدرم مال یکی از دهات اردبیل هست، شامسبی اردبیل. مادرم هم متولد باکو. بعد خودم هم مونتاژ تهران هستم، جزو محصولات بازار مشترک تو کمپ کارمندای راه آهن، اونجا من درس میخوندم. بعد که پدرم منتقل شد تهران، دیگه ما هم جزو لوازم خونه ما هم همینطور منتقل شدیم تهران. در تهران دبستان قلمستان من رفتم، یه خیابونه به اسم قلمستان که هنوزم هست تو همون محله امیریه. تا کلاس پنجم
این دو تا شخصیت گاهی موقع کنار هم میشینن، بعضی وقتا همدیگر رو هول میدن، با هم نمیسازن، بعضی وقتا با هم دست به دست قدم میزنن. اینه که با خودم که تو خیابون امیریه چهارراه گمرک من متولد شدم، البته وسط چهارراه نه، یکی از این کوچه های فرعی. بعد مدرسه رفتنمونم که بامزه است اگه بدونین، چون من پدرم کارمند راه آهن بوده، همش در حال سفر، منم از پشت واگن آویزون بودم و